سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اسم من نیماست و خیلی خوش اومدید به کانال من و یه لتسپلی دیگه، اونم از بازی سیفو که الان که من دارم بازیش میکنم هنوز منتشر نشده به صورت رسمی، ولی فکر کنم موقعی که ویدیو بیاد کامل و رسمی منتشر شده، نمره های خیلی خوبی گرفته و تونسته مثل که اون هایپی که دور و برش ایجاد شده بود و همه خوشحال کرده بودن موقعی که تریلرش اومده بود و یه جورایی همچین درست حسابی جمعش بکنن و بتره کنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ بازی، خیلی خوشحال میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت توپول و مشی هم واسه هم بذارید و کانالم سابسکرایب کنید و یه نگاهی هم به صفحه اینستاگرام هم بندازید. اما بریم ببینیم سیفو واسه همون چی داره. خب استارتو زدیم. اوه نینجا ها ریختن، دیدین؟ از اون دور همه داشتن همینجوری میرفتن بالا و انگار دارم به یه جایی حمله میکنم. این چیه؟ این که شبیه اونی که ما توی تریلر را دیدیم نیست. چرا؟ اوکی بریم تو. با هیوی اتک میگه باز کن، یعنی میگه لگد رو بزن و در رو بشکن. بله نایس 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 باری کلا. یه احساس میکنم یه ایستر ایگی هست به فیلم بروسلی، اون اگر اشتباه نکنم فیلم یا رئیس بزرگ بود یا ولی یادم هم نیست اسمشو دقیقا، ولی یه صحنه داره که توی باشگاه میره و همه رو میزنه و فکر کنم بعدن هم جتلی یه فیلم ساخت که دقیقا یه چیزی داشت به این، یه ایستر ایگی داشت. حالا این هم مثل این که دقیقا ایستر ایگ از همونجاست. یکم مثل این که یه چیزی حالت سکیرو داره و اگر دقت بکنید یه نواری دارن که موقعی که پر میشه شما میتونید فینیشر بزنید. نایس جالبه، خودمون هم اون نواره رو داریم و انگار گارد بریک بشی میتونن یه ضربه سنگین بزنن. نایس دمیجو سنگینه، این دمیجو سنگینه. امیر پدسک بخور. یه تنه زدیم. بازی هم چون خشن هم هست مبارزاتش، اصلا رحم نداریم کلا. این با ماه میگه که فکر کردم قراره مثلا یه درگیری سنگین داشته باشیم، به زور عرق کردم. منظورش اینه که اینا کلن هیچی نیستن. اوکی دیالوگ هم داره، جالبیش اینه. اوکی اینقدر قور نزن، اینقدر قورقورو نباش. ریختن رفیق رفقا بچه ها دارن پاره میکنن ملتو. بنده خدا نابود شده. یعنی ببینیم چیزی پیدا میکنیم اینجاها. اوکی چیزی نبود. امیدوارم فضای خالی زیاد نداشته باشه الکی، که آدم هی الکی نخواد بگرده توی محیط. اگر نگاه کنید من یکم کلن ریمپ کردم اون کنترولرشو و به جای اینکه با مربع و زبدر و اینا بخوام بجنگم دارم با R1 R2 ضربه میزنم. یه چیز حالت سولز لایکی داشت خودش و خیلی به نظر من اینجوری شما هم میتونید. اوه شیت بزن پدر سگو بزن. ای بابا برو پسرم، برو برو با همقدر خودت بازی کن. نه مثل که حالیت نمیشه. دقیقا مثل سکیروه، یعنی شما هر چقدر که گارد بهتری بگیری بهتر هم میتونید مبارزه بکنید و گارد بریک میکنید دشمناتونو و یه فینیشر خیلی خفن میتونید روشون بزنید. باشه اینا مثل که ما رو میشناسن و میگه که بهتر بود بر نمیگشتی. اوکی حالا که برگشتم میگه که اومدم کاریو که شروع کردم تموم کنم. اوکی بیا بیا. یکم هنوز با این گارد چیز نشدم. زیاده زیاده بمیر. اوه شیت
بزن بزن بزن. آه نایس. آفرین. برو بابا، برو با هم قد خودت بازی کن، برو با هم قد خودت بازی کن. ببینم حتما. اوه جالب بود، پشتش خورد به دیوار، تمرکزش رو از دست داد و زدیم لهش کن. بیا خوب، چی میگفتی داداش؟ من یک هفته از زندان آزاد شدم. حتما من اینجوری بزنم لط و پارت کنم. من رو خوردم. بیا بیا. آه او ای که بیشرف دیگه. بازم رو خوردم. هر کی با نوترون در افتاد ور افتاد آقا. بالا میشه رفت زنجیر رو اصلا. جالبه از زنجیرم نمیتونست بپره. اینجا ها چی؟ بسته است؟ آره بسته است. اوکی بریم در رو باز کنیم. ای بابا دوباره این دیگه کشته، قمه به دست نشسته همچین. کی کجاست؟ اوکی جواب نمیدی؟ بزن تو گوشت یه دستک بی ادب. بچه جواب هر کس که ازتون سوال میکنه رو بدیم. اوکی رسیدیم استاد بزرگ. یانگ. اسممون یانگه. او ایشون سیفوه. ایش گفت تو خیلی کند شدی دیگه و بری در تو بذاری. دیگه میدونست که میام اینجا، خود بکش کنار داداش که کار داریم. قیافش مثل نمیخوره بخواد بکشه کنار. اه؟ یکی اون پشت شبیه همه کاور آرت های بازیه. یه زیادی میدونی. شو میدونم قیافه اون پشتیه رو. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. Yeah, Baba. بیا پایین، سرمون درد گرفت. باشو مرد، باشو. اصلا انگار نه انگار این قبلا مثلا تعلیمت میداده. هیچی نیست، هیچی نیست. اخور اخور. ماشاءالله پسر. ماشاءالله. او بابا من مربع زدم، اون چرا فینیشر زد؟ What the fuck. جست نگیر بابا، جست نگیر. بیا پایین. کلن یه فاز سینمایی خیلی جالب هم داره بازی. یه حالتی هم داره زده الو بزنه. او او زدم تو چشش. او من نزن ها، من نزن خوشم نمیاد. بزنی این سری بزنیم. او شیت. خب چجوری بزنمش؟ او 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 شیت شیت. او 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 کشتی میشینو. این ضربه ناجورا زد که یه ضرب میکشه. این کیه؟ بچه یارو توی کابینت قایم شده بود مثل این که. خب اومدش یعنی چی رو برداشت؟ Show yourself. اوکی میتونم الان بین پسر و دختر انتخاب بکنم. خب بوی. اوکی با خانوما مشکلی ندارم ولی بوی بوی. گویا ما تا الان آدم خوبه یه داستان نبودیم. او شت 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 شت
زدش پرام. احساس میکنم این بچه یه کاراکتر اصلی، ولی خب چجوری زنده میشه؟ او جادو جنبل داریم. از این فکر کنم آیتم های افسانه‌ای مثلا چینی ژاپنیه. گلوشو بریده بود ولی با این زنده شد. فکرم دلیل این که ما میتونیم توی بازی هی بمیریم و زنده بشیم و اخی باباش مرد. و حالا فکر کنم بدونید دیگه، شما توی این بازی هر چقدر که بمیرید پیرتر میشید. حالا دقیقه هنوز نمیدونم مکانیزمش چجوریه، بریم جلوتر ببینیم چجوری. اوکی بزرگ شدیم. چه جاله الان همین هایی هم که اومدن کشتنمون. خب با این میتونم بگیرم. اوکی اینو که کشتی. چه ترینینگ جالبی. نایس. اوکی نایس. حتی جا خالی اینجوری هم داره. گند زدم باشه بشین دیگه. گند زدم باشه. بیا باشه حالا بخور، حالا کتک بخور. آفرین برو خونتون. بعدی بیاد، بعدی بیاد. خب اینجوری بزنی گویا هول میده عقب. بمیر بمیر. آفرین کل. موزیک بای هاوی لی. موزیکاش با حاله دوست شرم. او فت پا، فن فت پا. او او جالب بود. فتح پا میزنی و میشینی رو شکمی و رو چپ و راستش میکنی. آفرین آفرین دعوا ایرانی. اوکی تا اینجا سه نفر رو زدیم فکر کنم. این سه تا باس فایت داره قاعدتا حداقل. چهار تا با چهار پنج تا داره نام. بزن. آفرین نایس. سیفو. خیلی میگن شیفو ولی خودش گفت سیفو. الان فکر کنم تلفظ درستش حالا همون سیفو باشه. اوکی تمریناتمون کامل شد، بریم ببینیم تو خود بازی چه خبره. همچون خونه مشری هم داریم. نایس. اوکی اینجا که این هدفمونه، هدف هم همونیه که گردنمونو زد زده. این همون کسیه که اون شب گلوی منو برید. اولین تارگت من از لیسته. میگه اون واسه یه گنگی کار میکنه و همیشه توی اون ویرهاوسشه. گویا اینا خیلی هم سمت مثلا مواد مخدر رو اینا رفتن، تو کار مواد مخدرن. الان اینجا چند تا چیز دیگه هم داریم. میگه این کلابی که حالا داره راجبی صحبت میکنه یه کلاب خیلی بدنامیه توی شهر. صاحبش یه رفیق خوب شانه. شان هم یکی از همون کسایی بود که ما باهاش توی همون تمرین داشتیم فایت میکردیم و اومدن پدرمونو کشتن. میگه من پدرشو یادم میاد،
همیشه شکایت میکرد از یه سری آدمایی که میان مزاحم میشن توی مدرسه و اینا. میگه که مثل این که حالا فرزندش خیلی با اون فرقی نمیکنه، با اون آدمی که ازش بعدش میمده فرقی نمیکنه. اوکی. شانو وقتی من بچه بودم یه چند باری دیدمش. میگه که پدرامون به خاطر کلاسای مثلا کنفو و اینکه مستر استاد کنفو بودن همدیگر رو میشناختن. میگه باورم نمیشه که پسرش یکی از کسایی بوده که باعث مرگ پدرم شده. میگه اون توی یه حادثه‌ای به اسم The Burning، آتش سوزی در واقع، دست داشته و در حال حاضر اون کلابو دست خودش گرفته. میگه با خیلی سریع هم بهش برسم قبل از اینکه شلوغ بشه. اوکی. اینجا چیه؟ The Squats. میگه اینجا یه منطقه صنعتی بود قبلا. میگه وقتی که حالا اونجا خشک شد، حالا فکر کنم منظورش نفت و اینا چیز بوده، میگه اونجا خشک شد دیگه همه رفتن. میگه گنگ کل اونجا رو گرفته، فکر کنم گنگ همین رفیقمون رو میگه که الان قرار بریم سراغش، و تبدیل شده به یه جایی که دیگه هیچکی اون سمت نمیره. اوکی. اینجا چی؟ اینجا The Sanctuary یا پناهگاه یه جاییه واسه کسایی که به شدت مریضن. میگه اونجا بهشون کمک میکنن که با حالا روش‌ها و متدهای مختلف کاری میکنن که اینا دردشون کمتر بشه. میگه خیلی اعتبار خوبی توی چند سال اخیر، اعتبار عجیبی توی چند سال اخیر پیدا کرده به خاطر اینکه تونسته درمان‌های معجزه آسایی داشته باشه. خب اوکی. فکر کنم یه ربطی به همون چیزی که طرف اومد دنبالش بود و حالا این چیز میزایی که ما داشتیم و باعث برگشتیم به زندگی داره. فکر کنم این آره عکس یانگه، همون لیدر، همون کسی که اومد پدرمونو کش. میگه توسط پدرم آموزش دید و بزرگ شد و همچنین در کنار سیفو. میگه ما خیلی به هم نزدیک بودیم، اون خیلی چیزا به من یاد داد توی سالها. میگه ولی یه دفعه خودش و زنش و دخترش غیب شدن و من دقیقا توی اون زمانی که اینا رفتن دیگه خبری ازش نبود، بچه بودم، یه بچه بیشتر نبودم. اون چند سال بعد برگشت و با خونسردی تمام پدرم رو کشت. حالا توی بالای شهر زندگی میکنه و یه دونه مرکز حالت احیا کنندگی چیز کرده، یه مرکز درمانی ایجاد کرده و خیلی مثل این که حالا زیاد با دنیا در ارتباط نیست، رفته خوش و گم و گور کرده. اوکی. یه دونه جین فنگ داریم، بکنم همون خانم یه دست است که با از این قلابا پرت میکرد و اینا. کلن داره قصه همه رو میگه. میگه در کنار پدرم جین فنگ یکی از آدمای مشهوری بود توی مثلا کنفو و اینا و همه میشناختنش به خاطر توانایی بالایی که داشت. میگه اون همیشه جز افرادی بود که همیشه به آدم یعنی پشت آدمایی در میومد که یا بیپناهن یا اونقدر مثلا قدرت زیادی ندارن تو جامعه و همیشه روحیه اینو داشت که یه جورایی عدالت رو برپا کنه. نمیدونم چی شد که یه دفعه ضد پدرم شد، ولی حالا باید جواب کاراشو بده. میگه اون الان یه جورایی صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ شهره. میگه اون به کسایی که حالا اومدن و توی اون موضوع دخالت داشتن موقعی که بهش احتیاج داشته باشن هنوز کمک میکنه و یه جورایی ثروت زیادی هم توی این چند سال اخیر پیدا کرده. اینجا هم که The Tower، میگه که بلندترین برج شهره و توی منطقه قرار داره که هنوز داره ساخت و ساز میشه. جین فنگ دقیقا اونجا زندگی میکنه و آفیسش یعنی دفترش توی بالاترین نقطه این ساختمون قرار داره. اوکی. تقریبا راجع به همه چی فهمیدیم. الان اینجا هم کاراکترمون رو داریم، یورس فلان و چیز خاصی نیست. میگه که مثلا میتونی learn skill through death or shrine. میگه موقعی که بمیری یا شراین پیدا بکنی میتونی اسکیل های جدید یاد بگیری. میگه استت های جدید هم موقعی که شراین پیدا بکنی میتونی باز بکنی. اینجا هم که دیگه آپشن و هیچی. اینم که همونه تقریبا، چیز خاصی دیگه ای نداره. اینجا چی داریم؟ اینجا یه درخت داریم. اوکی. این فکرم همون درخت مهارتاشه که XP میخواد و نداریم.
این چیه؟ او این حالت تمرینیه. اوکی یک کیو بهمون میده چکولیتیش بکنی. او حالت پسیو هم از ها میخوره، میتونید بزنیدش. اوکی ما اینجا کاری نداریم، بریم سراغ خود بازی. بس هرچی داستان گفت، بابامونم اون ته بابامون مرد. اوکی بریم توی سکواتس، همون منطقه در واقع صنعتیه که الان شده واسه خلافکارا. ببینیم چه خبره. استارتو زدیم و گرافیک خیلی خوشگل داره، یه حالت سل شید مانند داره ولی خیلی خوشگله، من خیلی دوست دارم گرافیکشو، رنگارنگه. یکی جلوی مسیر ورودی ویرهاوس رو گرفتن، همون انبار رو گرفتن، حالا باید یه راه جدید پیدا کنیم. اوکی بریم راه جدید پیدا کنیم. یه گم شو، اینجا هیچی وسط نیست، ولی ما بگیم خودت گم شو، میریم بالا. بمیر، آفر بنگی بمیر. تو غلط کردی؟ میگه که برگش پیشور گفت که دارم پتیت میکنم، به من آسون میگیری، برو به عمت آسون بگیر. اوکی اینجا در ورودی قفله، نمیذاره. اوکی میگه کلن در بسته است، نمیشه رفت و شاید این بعدا بشه یه شورتکات کارامت. اوکی یا پله ها فکر کنم بریم بالا دیگه. اینجا چیز داریم، اوه لوله پولیکا که نیست، آهنیه در واقع. بریم ببینیم بزنیم تو سر آدم ها چی میشه. راست میگی بابی. زد تو گردنش این بده. خیلی بد میزنه، خیلی جامپیز. اوکی متوجه شد که اینا همون معتادا و بنگیان و خوش یکم دست بالا گیره، گفت فکر نکنم اینا همچین. این ساوند افکتش هم باله، رامیرین این صدای این حالت دستبنده، دستبند که نیست، اون نماده که زندمون میکنه در بمیر. خب اینجا چیزی نی؟ نوپ. اوکی بریم بالا. این صدا رفیقاشون رو نمیشنون. همین جوری هم داریم اسکور میگیریم، مثل که چیز بزنی بهتر میشه. I can make it. Just need to run at it. میگه بابا بپری. باش میپری. اومدم مهمونی. چیکار هم داری؟ چی میام؟ وقتی میام مهمونی چرا باید شیشه پرت کنی سمتم؟ ادبت کجا رفته مرد؟ حتما باید اینجوری بزنم چکیت کنم؟ باز اینم اومد با شیشه. پاکسازی تکمیل شد. پرپل میست. آها میگه اون ماده مخدره اسمش پرپل میسته و اینجا تولید میشه. میگه چند سال پیش پیداش کردن و درست میگه قبل از مردن پدرم. میگه و خیلی به شدت اصلا میگه به مثلا سرعت زیادی توی شهر پخش شده و مردم دارن ازش استفاده میکنن. اوکی من باید اینجا بریم، اون سمت چیزی نیست که من بردارم. اوکی اینجا خوابیده بود خانه میشیده داش. باشو رفیقات کشتم. معتادا نمیگیرم. بنگی نوکلتم یا علی. اوکی اینجا که چیزی نیست، شیشه برداریم بریم. دورت برشون. نه بیرون نمیرم، تو بیه جلو. Where? Okay. Just looking. Yes. Let was there.
برید گمشید کنار. اوه چه فوق‌العاده، یکم شبیه اولد بوی شد. نایس. خیلی باحال بود اینجاش، تغییر دورینش فوق‌العاده بود. اگر فیلم اولد بوی دیده باشید دقیقا فکر کنم یه ایستر اگ واسه همونه، چون دقیقا یه همچین سکانسی داره و خیلی خفنه. نایس. بمیر بمیر. اما شالله لاتی هم از رو زمین برداشت. بی ادبی نکن، اون داره استنس هم پر میشه. او این بده، این بده. بمیر. آماشالله آماشالله، چی کردیم، چیکا کردیم، زیبا بود این تیکش. نایس نایس، خیلی خوبه که داره به فیلم های این مثلا ژانرم یه ایسه. اون از مثلا بروسلیش، این هم از این. اون یادم نیست فیلم بروسلی بازی با مرد بود، رئیس بزرگ بود، کدوم بود؟ ولی دقیقا یه همچین صحنه ای داشت. سلام بودش. ببین اوه شیت، چی پر کردم تو سر اون یک. حله، دوتا از پا در اومدن. اینجا ها چیزی نیستم بردارم. سری کالکتیبل داره که اگر اینا رو باز کنیم بکنم از جزئیات بیشتر داستان بهتون خبر میده. بسن همین دارم میگردم ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه. درود بر شما. دیدادش ایه بزن. آما شالا اوه این بده، این بده. جونم کمه. بمیر. آما شالا من اون میله رو ازت بگیرم میکنمش یه جایی که نمیخوای. این بده، این بده. به خودت بیا نیما، به خودت بیا. آماشالله نیما، آماشالله، آفرین نیما. گفتم اینو ازت نگیرم. توف شرفش. بداره مربع رو بگیرم. اوه نایس. ببینید الان یک بار مردم و حالا میتونم انتخاب کنم، ولی سنم اضافه نشد، هنوز روی 20 موندم. فکر کنم الان یک بار دیگه بمیرم اضافه میشه بهش. چی رو قوی کنی؟ دوتا. این خوبه، با یه فاصله. آنلاک. حله. بلند شو مرد. میگه هر موقع تو دوباره بلند بشی به عمرت اضافه میشه. الان 20 بودم، به ازای یک بار مردنم یه دونه به سنم اضافه شد، الان شدم 21 سال. باش چون تویی ها میذارم ایستن. توسنی نکن مرد. بذار فن جدیدی که زدیم. بیا بیا جلو، نه ترس. امیر آماشالله. آها دستم هم صفر شد. فکر کنم مثلا
با چیزو بزنی اون منطقه رو پاکسازی بکنی صفر میشه و حالا مثلا اگر بمیرم همون یه دونه اضافه میشه. اینم از شراین. اوکی الان مثل این که میتونم یه چیزی رو قوی تر بکنم. مکس ایج تو آنلاک. اوکی فکر کنم بعد سنم به یه حدی برسه که مثلا اینا چیز بشه. نکته ای که داره اینه که شما هر بار که بمیرید همون جور که دیدید سنتون اضافه میشه و حالا طبق قوانینی که توضیح دادن خود سازنده ها مثل این که دمیجتون بیشتر میشه وقتی سنتون بیشتر بشه، یعنی یه جورایی مثلا مهارتتون بیشتر شده دیگه مثلا به ازای سنتون. ولی نکته ای که داره اینه که اچ پی تون کم میشه، پیر میشه دیگه به هر حال. بذار این مده ولی خب اوکی اینجا چیز نیست. نیما به دنبال کالکتیور. اوکی بپرا. اوکی مشکلی نیست. صاحبش اومد هیچی نیستی بابا، هیچی نیستی، بیا جلو. منو خیلی یاد دوتا بازی میندازه این بازی. یکی رایز آف آنر. اوکی میگه L1 عقب. اوکی یکی رایز آف آنر بود، رایز تو آنر بود دقیقا یادم نیست، که بازی جتلی بود روی PS2 دقیقا همین. حالا او چیزم لهش کرد، هیچی نبود واقعا. یکی اون که خیلی خفن بود، سیستم مبارزش اینجوری بود که شما باید با دوتا آنالوگای چپ و راست بازی میکردی. میگه که پول مواد، پول کثیف و بدون شک پول خون. اوکی یکی دیگه از اون بازیایی هم که خیلی منو یادش میندازه جکی چان PS1ه که فوق‌العاده بازی خفنی بود زمان خودش و یکی از بازیایی بود که من روی PS1 خیلی تجربهش کردم. قشنگ همون حال و هوا رو داره. کلا به این بازی‌ها میگن بیت ماپ، یعنی بزن بکش به حالا عبارتی. و یه چند سالی هست که متاسفانه نسل این بازی‌ها ور افتاده، ولی آرومم. بمیر. نسل بازی ها ور افتاده، ولی خب هر از گاهی مثلا یکی دو تا ازشون میاد استقبال خوبی ازشون میشه. پدر ژانرش که یه جورایی پدر ژانرش که نه، ولی یکی از بازی هایی که خیلی باعث شد این ژانر محبوب بشه استریت آف ریج بود که ما بهش میگفتیم شورش در شهر روی سگا. من هیچ اومدم رچ. امیر جالبه مثلا بر اساس قدرت فیزیکی و مثلا این مرد قوی هیکلتره یکم جونشینا سخت‌تر میره، ولی مثلا زنه که مثلا لاغر مردنی تر بود زودتر افتاد. نمیخوام بمیرم. زیادن چقدر. بمیر. آماشالله نیما، آماشالله چه کردم. وای مردم. بازی ساده ای نیست اصلا، ولی بد نداره، تازه دارم یاد میگیرم. شدیم 22. فکر کنم اینجا بزنم دوباره یه دونه میشه، ولی فکر کنم ضریبه دیگه، یعنی هر چقدر که تنشو گره دردش اومده. جزئیات باحالی داره بازیه. ببین گفتم این میله نیاد دست من. بعد هر فینیشری هم که میزنید یه مقدار خونتون بر میگرده، یعنی اصلا بازی تشویقتون میکنه به فینیشر زدن. نایس خیلی خوبه، دارم حال میکنم.
The Burning. ساعت 10 یه قراری هست، 10 شب یه قراری هست توی کلاب. میگه امیدوارم که شانو اونجا ببینم. میگه از این آدمایی که به بهم حمله میکردن و کلن آدمای زیر دست اینا زیاد شنیدم که امشب اونجا یه خبرایی هست. اوکی بریم ببینیم چه خبره. لوله جدید، من لوله جدید دوست دارم، لوله دمیج خورده دوست دارم. یه دونم اینجا بکنم. اوکی اول لسته چپ. به تو چه مردک کچر؟ دو تا بودن نهیدم این بمیر گوساله تتوها شد. آه ماشاءالله. آها چه دمیجی زد آقا؟ من نامردی دعوا میکنم، من مشت لگت حالی نیست، من با اینجوری بزنمت. این آدم بیا خوب جلو دیگه. خب کلید گرفتم، بکنم مثلا همون در هست که نرفتیم، مشت اول اومدیم اینجا. اوکی یه شراین هم اینجاست، شیشن داریم لازم اون نمیشه. اوکی بذارید من اینا رو دونه دونه increase maximum structure. اوکی در رو باز کردیم و ادامه یه مسیر. آرام چه جالب، خود بازی اصلا سرعتتو میگیره موقعی که یه همچین فاز استلسی پیدا میکنه. یه زر اینش خیلی باحاله، میگم اینکه مثلا هر آدمش با اون یکی بر اساس مثلا فیزیک بدنیش فرق میکنه و دمیج کمتر یا بیشتری رو میخواد خیلی جالبه. بید رفقا هیچی نیستی. بمیر جون بده. بمیر او دمیج سگی نده پدست سگ. امیر بزن تو چشش. آه ماشاءالله شش و چار نزار بسش. یایی هم حدی داره، هم دیگر هم میزنن. نایز قرار ما این نبوده، شویم 23 سال ابنه خرد بیشتر تجربه. همیشه مهمترین چیز تو زندگیتون تجربه است. دست هم پرید، هنوز جوونیم در هر صورت، نمیخوام پیرشم. بمیر آفرین. آه ماشاءالله بذار پارش کن. بزن بر چشش. آه ماشاءالله بمیر. تمام. چی داریم؟ Purple Flower. اوکی این باهاش همون گیاهیه که همین پرپل میست رو درست میکنن. باز از این توپولا برو بابا بیا پایین پسر. یه دونه زدم.
فنجریده رو نتونستم رو کسی. اینم که مرد خب. بابا میخوام این فنجریدم رو امتحان کنم. چرا نمیذارید؟ ای بابا. ای بابا. چرا فضا سازیش خوبه واقعا دوستان فضا سازیشه. اوکی این آخریه مثل این که چیزو زیاد میکرد مقاومت این وسایلی که برمیدارم تیر تخت ها لوله لوله اهمه چی مهمتر لوله است تو این بازی. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، اصلا بدون لوله آهنی نمیشه این بازی رو تمام کرد. کی کارت؟ آها این کارت رو واسه یه سانکچوئری احتیاج داریم، اونجا مثلا که میشه ازش استفاده کرد. پرایوت دو کلیدش کو اینجا نیست. کلیدش رو میخوام آقا، کلیدش کو. خب من در خصوصی عالیم نیست، پرایوت دور چیه؟ اوکی حالا بریم ببینیم شاید جلوتر بمونه. آه چقدر از این گلا قشنگ، اینجا معدنشه. پشما اینا مثل که هر کدومشون یه قدرت جادویی پیدا کردن، دیدین؟ مثل که با همین قدرت جادوییش هم داره همین گلا رو پرورش میده با این سرعت. آروم بگی بابا، با چوب باید بزنم. ای تک رو میزنه مردک پیشو. ببینم، بیا نه ترس از من، بیا. ای بابا چوب موشیک هست. اه نشه فتح پا، فتح پا، فن فتح پا بچه ها، میخوام بهش فن فتح پا بزنم. ای بیشور نمیخوره فتح پا، فتح اون به من فتح پا زد. ای بابا بابا فتح پا نزن انقدر به من، خوشم نمیاد. ای بابا باز فتح پا زد و بزن تو چشش. آفرین آفرین پسر آفرین، بشکون ماشاءالله. ای بابا خب کلن اصلا این فینیشه رو هرچی رو باسا میزنی آخرش خودت کتک میخوری. خب نمیخوام فینیشه رو بزنم، همینجوری میکشمش. اوه شیت، قمر رو کشید، قمر رو کشید. اوکی درخت شد، کل اینجا جنگل شد واسه ای. من اینجا کجایی؟ ببینم پدستک. دیدید جا خالی رو؟ دیدید فتح پاشو نخوردم؟ باز پرید رفت. آروم بگی آروم بگی آروم بگی. این چرا آروم نمیگه من هرچی میگم؟ نمیشنویده داش؟ باز غیب شد.
اوه دمیجه بد زد. آخری جسچرشه. این جسچر مال کیه؟ این جسچر مال کیه؟ بد جویش زدم، بد جویش زدم و اوه شمشیر رو بد. اولی شیت، سرشو بریدی، سرشو بریدی. این بده. گفت چند سال معطل بدم تا این روزو ببینم. اوکی فکرم برگشتم خونه. آره اوکی نایس، بازی جذابی بود، خیلی دوستش داشتم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارید که ادامهش بدیم حتما این ویدیو رو لایک کنید، واسه هم کامنت بذارید که ادامهش بدیم، بترکونیدش خلاصه دیگه، کانال ساب کنید، منم توی اینستاگرام فالو کنید، متقاعدم کنید که ادامهش بدم و منم این کار واسه تون میکنم قطعا. پس تا یه اپیزود دیگه اگر شد یا یه ویدیوی دیگه، خیلی مخلصیم، دمتون گرم بچه ها. بازی رو فوق العاده دوست داشتم، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. فعلا خدا.